میشه که پسر خودش بلنشه بره خواستگاری؟ پدری، مادری، بزرگتری؟ پدر که حله، به سرعت پیدا میشه، نگران نباش. خب باشه، مادرش که هست؟ مادرشم که ایتالیاست. آخه نیست مامانش برای اولین باره داره میاد خونمون، میخوام حسابی سنگ تموم بذارم، بعد نره این بر اون بر بشینه بگه زنهای ایرانی مهمون نوازی بلد نیستن. آه، پس حسابی با هم دیگه جینگ شد. بابا دومادمون ها میگه جینگ شد. بابا تو حالیت نیست، صحبت میلیارده، میلیارد تازه الان بره بالا مالا ها که داداش باید صف واسی ازش امضا بگیری. بابا چرا اینجوری بال بال میزنی؟ جای نگرانی نداره، خوب فکراتو بکن، اگه خواستی دوباره میریم خواستگاری. بابا جون من میشینم پا میشم میخوابم، شما یه بحث خواستگاری میکشی وسط، ولی اصلا برای مهم نی، من فقط برای مهم بود که سپیده خوشبخشه. خودم که کار بیکار شدم و تکلیفم معلومه، ولی به همه ثابت میکنم که من به این پسر مشکوکم و این کلو برداره. چه مشکوکی توی؟ تازه اگه اون دامادتون بشه چه مگه من مرده باشم؟ من نمیذارم رسواش میکنم، آبروشو میبرم، اون یه جاش میلنگه. من به خود فرهاد گفتم تو اولین فرصت با اجازتون میخوام برم زن وقتی هم زن بگیرم دیگه جای این توفه تو خونه نیست. سب کن چی کار میخوای بکنی؟ زن بگیرم. ببین بابا جان خیلی جدی بهت میگم، من نمیتونم کسی رو جای مادرم توی خونه ببینم. همین چی گفتی؟ همین که گفتم. نه یه بار دیگه بگو، مخصوصا از نوع ایتالیایی. سو رد کن بیاد ببینم. دلت خوشه؟ چیو رد کنم بیاد؟ حرف اضافه نزن، زن من رد کن بیاد. مامان باز شروع میکنی؟ من یه یورو هنوز نگرفتم از این قرارداد، تو پولتو میخوای؟ امکان نداره، به محض ورود به ایران 20% قراردادو گرفت. خیلی ساده ای مامی، این توفیق خودش کلا برداره. یه مافیاست اینجا روز اول از باشگاه بیرون کردن. فکر میکنی الان که اومدیم تو این خونه برای میمون نوازیه اینا؟ نه، از بی جای و بی پولیه. یه کلا کاسکت سیاه داشت، اینه که شیشه سیاه داره، با یه کاپشن سیاه و یه شلوار سیاه. بیا پایین، بیا پایین باشه. ناموسی تو محل ناموسی کجا بود آقا؟ با خدا اشتباه گرفتی، من اهل این حرفا نیستم. اسم اون یکی سیاه بود، اونم سیاه. یا جون چی حرفا نیستم. خب بابا آره نیست آقا. موتورش چی بود؟ موتورش از همین معمولیا بود و حالا ناراحت نشین اونم سیاه بود. حالا یه چیزی به کار ببره خونه مونو. کیفو کجا میبری؟ جناب سرما اینا نمونه های افتخار آفرینان این مملکت، مال ورزشکاراست بابا، چیزای بی ارزشی نیست. تو با کی زندگی میکنی؟ با بابا شماره شون اینجا بنویس. بله چش. حال کلا خودت هم برو اونجا بشین تا پدرت بیاد دنبالت. شد یه کاریو درست انجام بدی؟ 20 سال من تو این کارم، اولین باری همچین موردی پیش میاد. من اصلا دیگه قبول نمی کنم خاله جان، این دفعه من هیچ کاری نکردم، این دفعه اتفاق رو سر من افتاد. بعدم یه همچین ماجرایی که پیش میاد چرا زنگ میزنی به من؟ خب زنگ بزن به بابات، آدم به خالش که زنگ نمیزنه که. چی به بابام زنگ بزنم؟ مسئله کاری من، با به رئیسم زنگ بزنم. موبایلم رو گرفتم، سویچم. چی کار داری میکنی؟ چرا نمیری خونتون؟ نکنه منتظری بنده ببرم برسونم در به مزه؟ نه بابا خاله جان، شما چرا زحمتش؟ من خودم ماشین دارم میرم. فقط یه سوال دارم الان، مثلا من یعنی خیلی اشتباه کردم؟ خیلی. حتی یه خوششانسی ما داریم ها، این بچه های کشتیگیر انقدر با معرفت بودن، من یه تک زنگ بهشون بزنم میگم بروی چش یه بار دیگه میریم از شما از بهش میگیم. قضیه به این سادگی هم نیست، بو داره. بو؟ چه بویی؟ ممکنه کار خودشون باشه. مگه میشه؟ آره هر چیزی تو این دنیا امکان داره. بابا تو فکر کن اون کیف دردی کی میخوره؟ دردی هیچ کس هم چیه توش مگه؟ خیلی خوب، ممکنه خودشون این کاری کرده باشن تا فرصت داشته باشن. ما که میخوایم بریم نمونه بگیریم از داروی پوشاننده استفاده کنن. بله پس با این حساب من زیاد گند نزدم.
میتونی بگی چه جوری این نتیجه رو گرفتی؟ تو خیلی گن زدی از دفعه قبل هم بیشتر. بابا حالا ما هر چی خودمون رو میزنیم زمین شما تو ما رو کاردی نکنی ولمون نمی‌کنی؟ آه پس بشین برسونم. خودم ماشین دارم. خداحافظ. خداحافظ. فی دارم با دست پر میام بالا. فرهاد واقعا کارت درسته. تو چی کار داری بدبخت؟ به تو چه مربوطه؟ معلومه که مربوطه. بابای من یکی از صادق ترین آدمای دنیای فوتباله. این تنها میراثیه که از اون دارم. به غیر از اینا رسالت ورزشی منم ایجاب میکنه. چیه ورزشی؟ رسالت؟ ست خندان؟ تهران پارس؟ برو بابا من اصلا با تو حرفی ندارم. منو میزنی؟ اگه میتونستم بیام بیرون که زنده نمیذاشتمت. یه نگاه به خودت بکن. یه آدم اینقدر ذلیل، اینقدر حسود، اینقدر بدبخت. خاک بر سرت. میخوای با کوتاه کردن قد آدم و خودت قد بلند به نظر برسی؟ رسمشه؟ ببین رو اعصاب من قرار نرو. من تصمیم خودم رو گرفتم. میخوام برم انقدر زویش کنم. تو غلط میکنی. آی درست صحبت کن. فوش بدی فوش میدم. تو این کارو نمیکنی. میکنم. گفتم تو این کارو نمیکنی. تو استراق سم کردی. استراق سم هم دزدیه، هم گناه، هم کثیفه. فرهاد مردونه بازی کن. مگه اون مردونه بازی میکنه؟ مگه اون معلم توئه؟ تو باید با اون فرق داشته باشی. باشه بابا باشه، تو اصلا منو متحول کردی. من اصلا کنفرکون شدم. برو خودتو مسخره کن بدبخت. خود شکم آینه شکستن خطاست. میخوام
میخوای تو بری من چای رو بریزم؟ نه رویا، من خیلی استرس دارم، تم بدنم داره میلرزم. فرار شما خودتون حتما اطلاع دارین، تمام دنیا عمر لژیونرا به هر حال کوتاست، یعنی دوره بازیشون کوتاست، این مختص ایران هم نیست. حالا که آقا توفیق زحمت کشیدن از پسر شما دعوت کردم برای تیمای ایرانی، من خواهم بیدم شما چقدر تو ایران میمونی تا آخرش باشیم با پسر شما. خب بستگی داره که ببینیم که اوضاع چطور پیش میره. بله، شما قبلا ایرانی گشتی؟ خب بعضی از شهراشو گشتم. اسمان رفتی؟ اسمان؟ خب انگار هیچ کس قصد نداره بره سر اصل مطلب، نه؟ آه چرا؟ فروک جون، جونم اول چای کاستگاری لطفاً. رسم و رسومات خودمون از خودمون بهتر بلدم. مامان جان در رو باز میکنی؟ فکر کنم دایی تا بشه. من میرم خاله. شون میرن. بفرمایید بفرمایید، از خودتون پذیرایی کنید، دور خودتو تعارف نکنید. ای تو اینجا چه کار میکنی؟ منتظر تابش بودین؟ ببین تو الان نباید اینجا باشی، حوادث اونطوری که شما فکر میکنین پیش نمیره. حرف بی خود نزن، اومدی چی کار؟ نشین تماشا کن. سلام، خیلی عذر میخوام از این که دیر خدمتتون رسیدم. تو رو خود بفرمایید کسی از جاش بلندش، خواهش میکنم. سلام، ببخشید که من دیر خدمتتون رسیدم. بعد بشید شما خوب هستین؟ خوب هستین شما؟ به جناب آقای خوک، چطوری پسرم؟ خوبم. ماشاءالله چه فارسی حرف میزنه. پدرچم خوب، با اجازه که اومدی بالا باید بیا که دست مولی به آب بدی. فرا شما چرا من ارزون فروختی اومدی تو زمین حریف داری توپ میزنی؟ نه 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 من راحتم، خواهش کنم تشریف داشته باشید شما. معمولا تو مراسم خواستگاری رسمه که خانواده دختر از شادماد آینده سوالاتی بپرسه. خیلی خوب، حالا ما میپرسیم. پسرم شما بلدی فارسی حرف بزنی؟ آره بلدم. بلدی؟ بلد نیستی. اگه بلد بودی که این همه آدم سرکار نمیذاشتی، مخصوصا عمو توفیق با این همه اهند و طلب. به شما چی ربطی داره؟ اوه 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 عمو توفیق ببین چه کارای شما میکنی؟ شما الان باید به بچه داداشت افتخار کنی که احساس مسئولیت کرده، رفته کلی تحقیق کرده و حالا میخواد در معرض نمایش همه بذاره. فرا؟ بله بابا. بابا جون خیالت جمع باشه، نه من کار دارم، حالا الان میخوام بهتون نشون بدم. آقا فرهاد. بله. مشکلی پیش آمده؟ اتفاقا تو این لپتاپ چیزایی هستش که مشکلات زیادی رو به وجود میاره. طرف حساب من خود شما این، وگرنه این بچه که زمان نمیفهمه. تشریف بیارید در خدمت دارید، از همه فهمید. بفهمید با اجزت رو ببخشید. فرهاد بابا فارسی بلده. این گوسفند چرا نبستش پایین؟ تو نگران نباش، اون افسرش دست منه، افسر اینم دست راست. یکی گند بزنه تو جواب میدی؟ گند نمیزنه، تا هم حواس باشته هم گند نزنی. بفرمایید خانم پادینی. ببینید خانم پادینی، من اینجا مدارکی دارم که برملا شدنش آینده کاری پسرتون رو کاملا نابود میکنه. چه مدارکی؟ یه فایل صوتیه که نشون میده پسر شما چه اهداف شومی توی سرش هست. آفرین پسر زرنگ. یعنی شما میخوای بگی وقتی پسر من فارسی حرف زد شما صداشو ضبط کرد؟ بله درسته، دقیقا. و حالا من با استفاده از قوانین کشور کدتون شما را مجازات میکنم. مجازات؟ باعث چی نگاه کنی؟ برو تو بینیم بابا، برو بالا سر. مجازات چی؟ استراک سن. در ایتالیا برای استراک سن مجازات سنگین وجود داشت.
نه بابا ما فکر نمیکنم، آخه تو ایتالیا که مافیا هر غلطی بخواد آفره. پس راجبه مافیا میدونه؟ بله، او من 100 تا فیلم مافیایی دیدم. خیلی خوبه، خیلی خوبه. راجبه مجازات سیمان ونیز؟ بله بله بله، من میشینم مافیایی ناقلا هر کی بعدشون میاد این سیمان میبندن گل پای یارو، بعد ولش میکنن تو آب دریا. این هم سنگینه دیگه، همینطوری مادر ورده میره پایین تا اون پایین خفه میشه و میمیره. زایه شدی؟ مگه نگفتم نکن؟ کاش خودم جات رفته بودم. حسود، بخیل، زایه، ناجوان مرد، شکست خورده. حالا دیگه چجوری میخوای سرتو بالا بگیری؟ نامرد، ظالم، حسود، حسود، بدبخت، خودخواه، لاابالی، از خود، غیر متمدن، کودک، بی انسان، غیر متمدن، عجب وجدان بیداری دارم. خواه بی فرد مغرور بی امس حسود از خود زال بی جمع. ای بابا تو که هنوز لم دادی رو این کیفه، بابا پاشو یک کاری بکن دیگه. تو که نمیدونی آخه تو این چیه، نمیدونی چه بوی میده که. ای خدا تمام بدبختی همو تموم شد، شکر. از کجا میدونی تموم شد؟ به دلم افتاده. اه مثل اون دفعه کیف جوارون زدن رو زدیم، گفتی همه عمر عاقبت به خیر شدیم گوله بریم ونیز، بعد معلوم شد همش بدلیه. این دفعه هم به دلت افتاده. این دفعه فرق داره مشنگ، قشنگ دارم خودم رو احساس بکنم روی قایقا هستم، دراز باریکا نشستم روش، دارم توی آبروهای ونیز میرم جلو. چه حالی میده بابا اونجا که کسی میخواد بره خونه خالش که تاکسی نمیگیره، داد میزنه ای فرانچسکو فرانچسکو. چیش باله گیشم بشم من بدبخت نباید آشتخانه رو بیارم درمی در زاد نسم و بالا فرمی کنم تو جوب. خیلی بیشوری، چهار تا همسال مثل تو باشن که اونجا رو پشه و سوسک و موش و هرچی جونه بره دوپای برداشته، اصولا اصلا تو مایه ننگ جامعه ای. من چیزای خوبش بکن. چیزای خوبش کجاست تو بگو. مثلا تو که ماهی رو برداری با این ماهی های قرمز کاشو بندازی تو ونیز، چه حالی میکنن، شنا میکنن. نیست که اونا سفره هفت‌سین دارن، ماهی قرمز هارم برمیدارن میندازن تو ونیز. سفره هفت‌سین هم برات میبرم، سمنو هم میبرم، اصلا سمنو میپذیم. اصلا میدونی چیه؟ من میشم حاجی فیروز. حاجی فیروزم سالی یه روزم. حالا در اینو باز کن آقای حاجی فیروز ببینیم تو چیه. چند ساعتی که تو نبودی هر چیز رو زدم نشد. ای دو دره من فرستادی بیرون، در اینو با کنی. آره تو هم میگی دوست. آره من نگفتم دوست. اما نداره دیگه، داره میگی من خواستم سهم تو رو بدوزدم. ایشور بده من بیدم. بلش کن، بلش کن. مگه نمیگی میخوام بریم ونیز؟ خب در این کیفو باز کنیم دیگه، تا ویزا و پاسپورت و نیوه طول میکشه. بیا تو باز کن. تو یادت رفته چیو؟ اون شلواره ها کدوم؟ اینجاش تارتاری شده پوسیده و اینا پاره. خب چقدر بایسته؟ من باید قدم بزنم. آه قدم
قدم میزنم اینجوری تو ونیز عین طاووس سیگاره سیگار دود میکنم چهاری موتورمونم ببری؟ آره چرا ببری موتورم میبریم یه چای تو خوبی میده پسر یه چای تو خوبی ولی من میگم زنی بزن هوشی بیاد آه الان هوشی این وقت شب پاشه بیاد 40-50 تومن مایه میگیره بعد 200 تومنم کرایه آژانس و این چیزا بس بگیره خب خودت باز کن دیگه بیا باش زنی بزن هوشی بیاد کرایش خودم میدم دایم بزن بیاد چه اتوماتیش دنم بخار میام نمیرم خونک نمیشه خونک نمیشه خود چی شد؟ من تو یه احمق همی برنامه هم ریبتی به هم دیگه تو خیلی پر روی خیلی بابا لپتاپ داری نقشه میکشی؟ میگی نه چی گفتی به این کامیم که مانو کرسه که یه پول شما رو هم تهدید کرد؟ ایتالیا ونیز سیمون تهدید بر اجرا مردشی رو تو ببرم فرات من از هدفم دور گردی مردشی رو تو ببرم فرات من از هدفم دور گردی چه خودتو میزنی؟ احمد ببینم تو اصلا با این خانومه چه سنمی داشتی کشیدیش اون گوشو و در گوشش یه چیزایی گفتی آبروی من رو هم توفیرت بردی اصلا خانومه حالش ریخ به هم بابا من وظیفه داشتم که یه چیزایی رو براش رو روشن کنم حیف الان حالش ندارم وگر میزدم این پاتو چنان قلم میکردم که دیگه وظیفه یادت بره و چیزی رو خاموش روشن نکنیم لشکر شکست خورده رو چه استقبال گرمی خوابه مگه نه اعصابش مثل من خرابه ببین چی شد آخه نه یعنی این همه حرف زدن بالاخره چی شد چی شد آخه درست بگو ببینم چی شد چی گفتن چی شنیدی بابا توفیق یه گوشه نشسته بود چشا برق لبا لبخند فقط مادر آلفی چیزی نیست مادر آلفی چی؟ مادر آلفی از بچهش تعریف کرد هیچ مادر دیگه بلبل زبونی میکرد از بچهش تعریف میکرد از بچهش تعریف میکرد ببین تو رو خدا من خیلی حالم بده کلم داره میترکه بهم بگو تهش چی شد بابا جون تهش توفیق خان گفت که دختر من بزرگ شده عالق باقل شده خودش با تصمیم بگیره همین اون وقت سپیده چی گفت به تو چه رفتی داره سپیده چی گفت بگو دیگه به بی تربیت رحم داشته باش لامستم میگم کلم داره میترکه دارم واسط بابا جان ببخشید من اگه میشه دیگه سرم داره میترکه اینو ببرم تو اتاق بخوام نه شما خود نیاز داری بابا جون ببخشید که اینقدر قصه من رو بکش بخوا رو بینیم چای میخوام دارم دارم
آلفی. مادر آلفی چی؟ مادر آلفی هیچی. توفیق گفت که خب احتمال زیاد تا آخر عید جوابو میدن. مادر آلفی خیلی عصبانی بود. عصبانی بود ولی اینو تایید کرد. تایید کرد. چی شد پپدر جفه تو؟ نمیشه. نمیشه؟ با سی در ازت چی تقسیم بسه بشه اون وقت میشه؟ چرا حرف مفت میزنی تو؟ درصد چی؟ موشی چقدر میگیری بشه؟ چی توشه؟ اصلا فکر کن پشم گوسفند. واقعا؟ پشم گوسفند؟ دوست دارم پشم گوسفند. یک سوم مال من. من دوست ندارم پشم گوسفندمو بدم به کسی. پولتو بگیر کارتو بکن. سی میدم این همیشه. رفت که کجا؟ چرتو من میدم دیگه بهم زنگ نزنین. الان هم آجانس بگی نمیخوام برم. ایوه چرتو منو بیا بالا. همین الان شمارت تو گوشیم دیلیت میکنم. بد اخلاق. 50 تومن با درصد. اوکی. هندونه در بسته است. خب از اول میگفتیم هندونه در بسته نرخش معلومه. 50 تومن با خود کیف. آره یا بره. نه خشی بنیز شلوار توسی پاره کیفو نه. اصلا حرفشون اصلا. 50 بیا بالا. خشی 50 بیا بالا. زود باش. کیفو ندیا بنیز. اینو بگیر کارتو بکن. زیرم. اوکی. کجا گیر آوردی؟ ویروسی نباشه، داعشی نباشه. این چیزا نیست. تلاش ما آقا خشی بی سبر نمون. به دلم افتاده چیز خوبی توشه. نیتروگلیسرینه؟ نه بابا، نیتروگلیسرین چیه؟ شمشه، تلاس. بله. زوبش کردم کمتر جا بگیره. این شگرد جدید قاچاقچی ها. قاچاقچی میگن اینا خیلی زیاد ذوبش کردن. شله شله اینا خیلی شله شله. آره شله. این لیمونه یه چیز نیست. ای مرده شور تو بران که هر چی میگی آدم باید سرسرش کار کنم. رفت کجا؟ پنجا رو بیا بالا. سلام. از بنده هست. ببخش مزاحم شدم. این خدمت شما. این برای من؟ بله بله گل برای گل.
که بلو من اومدم ازتون عذرخواهی کنم، ببخشید. بب نداشت، پیش اومد. بله. من دانست موضوع رقابت عشقی. بله، تو تقصیر این فرهاد مام هست یه ذره چیز دیگه. پسر منم تقصیر داشت، از اول باید گفت فارسی بلد بود. بله، احسنت. ماشاءالله به این فرهنگ، به این صداقت، به این صلابت. ما باید برای ورود شما به ایران و به این خونه یه جشن مفصل میگرفتیم. اون تا دیگه بس اون نرسید، من اومدم بگم که تبریک میگم، خوش اومدید. گراتسیه. من هم تو فرودگاه تو نگاه اول احساس کردم هزار سال شما رو میشناسم. یعنی الان هم که دارم میبینم تو، میبینم چقدر امتیاز داریم ماشاءالله. بشین امتیاز داری یکی یکی کشف کرد. اون نگاه گرم شما من آروم میکنه، اون نگاه گرم شما زخمای کهنه منو حسابی درمون میکنه. شما تنهایتون زخمه الان؟ بله پسرم، تنهایی. من پسرتون نیستم، قرارم نیست باشم. بله پسرتون همین کسی که مایکروفون میذاره تو اتاق من و بلد نیست با مهمونشون درست برخورد کنه. ها فرهاد، فرهاد چی داره؟ بله فرهاد خله، خیلی خله. این یعنی چی؟ میافلیو از ایشون دعوت کن بیان داخل. نامی ایشون عجله داره، باید بره. بفرمایید آقا. بفرمایید. من عجله ندارم، شما حواستون نیست. بفرمایید. چقدر کنی فکری پسر، چرا زودتر بهم خبر ندادی؟ من همه گزارش رو ایمیل کردم آزمایشگاه کل، الان اونا منتظر نمونن، من چیکارش کنم؟ میدونی چه آب ریزی میشه؟ میخواد بابا دکتر انقدر هرس نخور. ببین خاله عفت خودش اومد من از کلانتری آورد بیرون. خب من فکر میکردم اون خودش به شما میگه دیگه. خاله اصلا با هم حرف میزنه، اصلا درست حسابی حرف میزنه. خالم دیگه این به من ربطی نداره. تو یعنی زدی به جایی که بیایی تلاش کنی، کوشش کنی، قضیه رو درست کنی، اومدی کنج خونه که چه غلطی بکنی؟ چیکار میتونم بکنم؟ چیکار میتونی بکنی؟ 48 ساعت وقت دادی اون نمونه ها رو پیدا کنی. از کجا بیارم؟ اگه پیدا نکنی اخراجت میکنم. ببین فراد، تعارف هم ندارم، خالت هم اخراج میکنم. خالمو؟ خالتو نمیتونی؟ چرا میتونم؟ میتونم، من رئیس گروه هم میتونم. من ببین دکتر من روزای خیلی تلخی رو دارم میگذرونم. باور کن از صبح که چشما میکنم همینطوری حوادث غیر مترقبه برام به وجود میاد تا شب. حد دعا کن که این روزا زودتر بگذره. باش میگذره. ببین میگم به این پسره یه زنگ بزن، بکسره. راست چیه؟ ببین این تو منطقه خلاف ملافا رو میشناسه دیگه، میتونه بهمون کنه. آره آفرین، آره آره بیش زنگ بزن. نه زنگ نزن، اون توقعی زیاده. یه کار بخوایم 30 تا کار از ما میخواد. خب باشه انجام میدیم. چی انجام میدیم؟ تو گند زدی، خودت هم درستش میکنی. فقط منو در جریان بذار. باشه حالا چرا داری میری؟ بیا بریم تو یه چیزی بخور بعدم. نه هر چون که خود دوست داری اصرار پسرمو. چیه؟ بگو تو هم بگو، هرچی بده بیرا میخوای بگی بگو، بذار قشن روزم کامل شه. بگو من غلط کردم، اشتباه کردم. اصلا اونطوری که تو فکر میکنی نیست، اتفاقا این سری اومدم ازت تشکر کنم. بابت چی؟ ممنون که اینقدر حواست به من هست. میدونی البته خودم یه حدسایی زده بودم از این واکنشایی که به حرفای دیگران نشون میداد، شک کرده بودم بلد باشه. تحقیقات من خیلی کمک کرد. بله خب البته برای همین اومدم تشکر کنم دیگه، ازت ممنونم. اینجا 12 سالم بود. ای شمایی؟ وای چقدر خوشگل و ناز بودین. گراتسیه. اینجا اول بار بود که اومد ایران. من ایران خیلی دوست داشت. بعد از چند ماه دوباره برگشت ایتالیا با پاپا. اینجا دوم بار بود که من برگشت اینجا تهران برای دانشگاه. چند سال دانشگاه بود درسون
بعد رفتم سفارت ایتالیا، اونجا کار کرد 7 سال. 7 سال سفارت ایتالیا کار کرده؟ فره همونجا بود که همایون شناخت. فریدا جون، شما عکسی از اون موقع های آقا همایون ندارین؟ جوونیاش؟ نه، همه رو پاره کردم. اینجا یکی هست، این همایون. این آقا همایونه؟ بچه خوشتیپ بودن. همیشه موهاش کوتاه نگه میداشت، خیلی جذاب خوشتیپ بود. نمیدونم چی شد، یه موقع چشمم باز کرد، دید بدون اون نمیشه زندگی کرد. بله. سلام. شما آقا همایون هستین؟ آخه اینجوری که نمیشه، باید رو در رو ببینیمتون. امکانش هستش که شما آدرستون رو برای من بفرستین؟ خیلی ممنون میشم، خدا نگهدار. همایون پیداش، همایونه. چشمت روشن فریدا جون، خیلی برات خوشحال شدم. بینجمه، خوش شدیم. بینجمه شما بینم این چی آخه؟ یه فیلم بهتری از بازی این بچه نداری بذاری؟ نه بابا، هرچی گشتم فقط همینو پیدا کردم. چیه مگه؟ ببینم خدا بایی کلی، نه تو لپلو پیدا کردی، نه تو خمخشانسی در وردی، نه اصلا فوتبال بلده. ببین دیدی شد کرد کجا؟ بابا خب همینه شیرینه دیگه، متفاوتیش به همینه. بازم زدیم. شما دوتا خودتون رو مسخره کردین. بابا تو همین مملکت خودمون، تو شهرستانا، تو تیمای درجه سهش که بگردی میتونی حداقل 5 تا بچه با استعداد پیدا کنی. این چیه؟ اصلا 100 تا میشه پیدا کرد، ولی زیر هیچ کدومشون ننوشته مدین ایتالیا. همه دیگه بدبختی شما اینه که اجنبی پرست شدیم، همش دنبال برندی. اون یکی ایتالیاییه، اون یکی انگلیسیه، اون یکی نمیدونم آلمانیه. کن زدیم به این فوتبال رفت شما. بابا به اینا چی کار داری؟ پولو بچسب پول. ببین از دیروز 3 تا مسیج دارم، 3 تا باشگاه میخواست قرارداد بدن. همه چیز که پول نیست. راحت بگو منو توفیق زدیم تو واردات جنس بونجور. دوباره رفتی تو تیم توفیق. روزی که زدیم به تیپ توپ بعد من شما رو میبینم. بابا من اینا رو میلش کن. مادر آلفی، بالاخره ما شیرینی میخوریم یا نمیخوریم؟ چی شد؟ والا نمیدونم چی بگم. اون همش چش ابرو میاد، میخنده. نمیدونم من خوشی شما دیگه داره منو مسخره میکنه. داره مسخره میکنه. داره مسخره میکنه. کی؟ مادر آلفی؟ الان فکر میکنم با پسره دارم میان باباش ببینم. دارم ببینم به اینا چی کار داری؟ تو برنامه چیه؟ حرکتت چیه؟ برس خواب میندازم بالا میگیرم میخوابم. میخوابی؟ به نصف عمرت خواب بوده که تنهایی دیگه وضعیتت اینه. برش کن ببین، من میخوام برم برسونم، توفیقم نیست. بیا جا به جاشیم، شما برو برسون. تا تنور داغه اونو بچسب. این چی اونو بچسبون؟ اصلا به قیافه من میاد برم بگم خانم اجازه بدید بنده برسونم تو. اصلا به تیپ من میخوری؟ رویا تو مانتو نوعه من ندیدی؟ مامان هفته پیش برام دوخت. چرا دیدم؟ کجا؟ بله منم دارم میبینم الان. آره دیگه یه ذره دراز بود، پایینش رو یکم گرفتم. خوب شدم؟ رویا یعنی چی دراز بود؟ حالا یه ذره. تو چرا آخه؟ عزیز دلم، امروز مهمترین روز سرنوشت ساز حرفه‌ای منه. تو که نمیخوای روحیه‌مو خراب کنی ها؟ من متوجه نشدم سرنوشت چیه توه؟ من امروز میخوام اولین گزارش زندگیمو بگیرم. در حاشیه دوپینگ، خاله افت، کمیته دوپینگ. تو دست از این لجبازیات بر نداری یه وقتا؟ ببین من میخوام ثابت کنم یه خانوم اگر که بخواد میتونه تو هر عرصه‌ای از اون آقای محترم جلو بزن. آخه حیف نیست؟
یه خانم، یه بانو، یه زن خوش درگیر اینجور مسائل بکنه؟ یه خانم باید بشینه تو خونه خانومیشو بکنه. هم شما نشستی تو خونه داری خانومیتو میکنی کافیه. الان دارم میبینم با چه تب و تابی داری لباس انتخاب میکنی بری پدر شوهر آیندهتو ببینی. بس کن رویا، تو خودت خوب میدونی من برای چی خودم رو درگیر این ماجرا کردم. میدونم میخوای دل فرهاد رو بسوزونی، خوب کاری هم میکنی. بایستا ببینم چی شده؟ کی بسوزه؟ چی بسوزه؟ هیچی، یه بحث دخترونه بود خاله جون. سپیده داشت میگفت که بسوزه پدر عاشقی که هرچی میکشیم از اونه اون. رویا میشه ساکت شی شما؟ باشه، برام دعای خوب خوب بکنین. منم براتون روز خیر و خوبی رو آرزو میکنم. خدا نگهدار. متشکرم. مانتون چقدر قشنگه خاله جون. دست خیاطش. مادر تو این کارو چیه که میکنی؟ تو هر جا میخوای بری باید یه کوه لباس رو هم دیگه دل تلمبار بکنی؟ ماما این رویا منو دیوانه کرده. بدون اجازه مامانتوی منو ورشته پوشی تو تازه قدشم کوتاه کرده. من هزار تا کار دارم، دیرم شده، نمیدونم الان باید چی بپوشم. جون اله قربونت برم، شما هنوز با من قهری؟ بله آقا مسلمه. خب ما به عنوان پدر و پسر به هم دیگه احتیاج داریم، اون وقت تکلیف چیه؟ ببین سعی کن که من احساساتی نکنی، اصلا حوصله شو ندارم. بابا جون من الان به شما احتیاج دارم، نه که شما فوتبالی هستی و اینا. اگه با من بیا بتونی من کمک کنی تا من این دزده رو پیدا کنم. آره بابا آره باشه باشه. فدا چم کپل من برم برم لباس رو بشم. نه 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 بگو بابا گوشیده هستمه. این چی؟ چیز بود بابا. آره آره نیم ساعت دیگه ترافیک نخورم اومدم. آره میرسونم خودم. سلام عمو. سلام عمو. سلام فریده خانم، چطوری؟ حال شما خوبه؟ خیلی ارادت داریم. البته اول راست شو بخوای من خودم از کار خودم خجالت کشیدم، برای همین یه نامه نوشتم، نامه عذرخواهی. من میخواستم کپی کنم برای همه اعضای خانواده، اون تو دیدم کار خیلی لوسیه، من که به خودم شک ندارم. بعدش یه بابای ما رو نگاه کن، نه با اون وقتی اصلا نمیاد نه حالا که جلو داره میره. جایی تشریف ببری؟ سلام. چه ساعتی؟ آخه الان باید به من بگی؟ قبلش نباید با هم هماهنگ کنی؟ خب من گرفتارم، باید جایی برم آخه. آها یه کاری داشت، خیلی خوبه. خب ایشالا که خیره. مادر آلفی، آلفردو خوابه؟ نه دوش گرفت، میاد. خیلی خوب، من آلفردو رو برمیدارم سریع میام. باشه خدافظ. با من خواه جانم. چیز کن تو، من یه کاری پیش اومده باید برم. شما بی زحمت اگه امکان داره لطف کن فریده خانم رو برسون. نه نمیشه. خب به خاطری که قرار بابا هم بریم دیگه نمیشه. کجا بریم؟ با کمال میریم. بابا جان من این نوید بابا هم بگی بریم. ببین چند بار بهت بگم تو اطلاع ثانوی حق نداری با من حرف بزنی. بابا الان تو با هم حرف زدی. خود کرد دیگه برو فکر کن. شما بفهم. بابا عمو بهمن شما رو هر جا بخوای میبره. فریده خانم ببخشید. من واقعا از شما عذر میخوام که شلوغ باشم تو اتاق. من نمیخوام جسارت کنم. نمیخواستم این کارو بکنم. فقط به خاطر دخترمو این کارو کردم. من به عذرخواهی شما فکر کردم. شما رو میبخشم یا نه. برو دیگه. سبک شی. برو پی کارت. اما با من. بشینم. بشین جونم. اما یواش بری. هر جور صلاحه برو. بشین خیر. مرده در خیر. ترسیدن. چرا؟ از کجا اومده؟ بفهم. برو کنار مادر. نمیدونستم تو هم میری دیگه. برو. برید به سلامت. آبا مواظب باش. ممنونم که داری میری. قرار نبود بیای. زایه شدی؟
چیه؟ دقیقه شده یه بستن قیفی زیر آفتاب موندی داری چش میای. تمام کن خنده زشت تو. هی دور بر میداری چی بهش نمیگم. یه سیبو وقتی میندازی آسمون تا بیاد پای همتون میچرخه 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 میچرخه. دست بکش. سخون سیبو نه سخون. برو بینم متفرق شو. اگه من نفس بریدم، اگه خستم و کلافه برسونم، تازه بیده آخره وقت اضافه، به یه ذهن پرترافت به درخت خیز افراسایش و رو سر کابوس شده با دوپینگ رویا. ولی سالار کجایی؟ من همین اطراف دارم پرسه میزنم. بمیرم نبینم صدات قم داره، نکنه منو کم داره. نه مشکلی نیست، به هر حال زندگی همینه دیگه. ای بابا قابل نیستیم تصمه رو بکشی قم اتخادی کنیم سرکله ما. نه آقا ببین آخه اصلا این مشکل دست شما حل نمیشه. راست شو بخواید من یه سری، یعنی دوتا کیفکاپ سارق اومدن این نمونه آزمایشگاهی منو دزدیدن، من باید اونا رو پیدا کنم. ای بابا پس کاری از دست من بر نمیاد ها؟ نه بابا نه، وگرنه میگفتم. از دست کی بر میاد پس؟ این حرفا چیه میزنی؟ بپر بالا. کجا بپرم؟ بالا بپر بالا منو. چی کار میکنی؟ بابا تو شزه میا؟ هیچی نه بابا شزه. آره